أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت سامن الحجاج و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نافداه، نثار ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی امام شهدا، سلامتی و عزت روزافزون همه خدمتگزاران به اسلام و قرآن عزیز، همه ملت ایران، همه مؤمنان و شیعیان در سراسر جهان، خاص برای سلامتی و عزت روزافزون مقام معظم رهبری و ولایت حضرت آیت الله العظما خامنه ای صلوات عنایت فرمود. بد نیست که با هم مروری داشته باشیم بر تاریخچه نهضت حضرت امام. البته اونچه را که بنده عرض میکنم نمیخوام تاریخ بگم، اون چرا که خودم از سال 41، شهریور سال 41 که وارد حوزه علمی قم شدم و طبعا از مهر ماه همون سال اولین نهضت حضرت امام شروع شد و بنده هم این سعادت داشتم که شاهد یا حداقل بعضاً در متن بعضی از جریانات بودم یا شاهد بعضی از قسمت‌ها بودم، اون چه که در حقیقت در ذهنم به عنوان مشهودات هست خدمت شما عرض بکنم. در مهر ماه 1341 دولت شاه لایحه‌ای را در دولت تصویب کرد به عنوان لایحه ایالتی و ولایتی. در این لایحه که حدود 90 بند داشت، در بخشیش این معنا آمده بود که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در انتخابات ایالتی و ولایتی به جای قسم به قرآن به کتاب آسمانی قسم بخورن، یعنی قرآن رو حذف کرده بودن به جاش کتاب آسمانی رو گذاشته بودن که حالا تورات و انجیل و بالاخره باز شدن یک فضایی که زمینه حاکمیت و حضور غیر مسلمان ها رو بر یک کشور 100% اسلامی فراهم بکنن. حالا بندهای دیگری هم داشت راجع به مسئله حضور زنها در انتخابات که امام بیان کردن که ما با آزادی و شخصیت و حضور زن در صحنه اجتماعی مخالف نیستیم، ولی مگه مردها آزادن توی کشور شما که حالا میخوانی زنها رو به این بهانه آزاد بکنید؟ هدف شما زمین سازی برای وارد کردن زنها در عرصه فساد و کشندن اونها به مفاسدی است که آمریکایی ها برای شما برنامه ریزی کردن. به هر حال نهضت اول امام از اینجا شروع شد. امام همراه با سایر مراجع که تلاش کرد همه اونها رو یا عمده مراجع رو همراه خودش کرد
جلسات و گفتگوها و روحانیون مختلف رو از استانها و شهرهای مختلف فرا خوند و تلاش هایی که امام کرد و پیام های مستمری که دادن، سرانجام در آذر ماه همون سال، یعنی حدود 2 ماه بعد، دولت عقب نشینی کرد و اعلام لغو این لایحه رو کرد. حالا جزئیاتش من دیگه میگذارم که به مطالب دیگه برسیم. بعد از این عقب نشینی تاکتیکی، نظام شاه یا به تعبیر دیگر شخص شاه اعلام انقلاب سفید و لوای ششگانه رو کرد که در ششم بهمن 1341 به عنوان رفراندوم و نظرخواهی از مردم لوای ششگانه رو مطرح کرد و حالا با تقلب ها و تزویر ها و اون برنامه های خاصی که داشتن، بعد هم اعلام تبریک و تثبیت و داخل و خارج و آمریکا و رئیس جمهور آمریکا و دیگران تبریک که حالا اصلاحات شاه و ملت آغاز شد. نهضت اصلی امام از اینجا شروع شد، چون برنامه‌ای که اینها تحت عنوان لوایح ششگانه مطرح کردن دقیقاً بر اساس املای دیکته شده از طرف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا بود که بر اساس سوق دادن کشورهای جهان سوم که از جمله ایران بود و برزیل بود و آرژانتین در اون زمان و حکومت‌های وابسته به آمریکا، یک چنین برنامه‌ای رو آغاز کردند در جهت آمریکایی کردن و پیاده کردن سیاست‌های آمریکایی در ایران. به دنبال آن، حضرت امام در نوروز 1342 اعلام عزای عمومی کرد و اعلامیه‌ای دادند که روحانیت امسال عید ندارد. روز 2 فروردین 1342، این رو دقت بفرمایید، اونایی که میخوان این سرفصل‌های اصلی تاریخ انقلاب رو بدونن، این نکات مهمیه، چون حتی من یه وقت توی بعضی از رسانه‌های جمعی توی تلویزیون دیدم که مثلا بعضی افراد دقیقاً حادثه عاشورا رو با حادثه فیضیه خلط کردن، گرچه حادثه عاشورا هم، یعنی سخنرانی امام در روز عاشورا هم توی فیضیه بود، ولی این دو داستانه. در روز 2 فروردین 1342 که سال روز شهادت امام صادق بود، مجلس سوگواری با شکوهی رو از طرف بعض مراجع در مدرسه فیضیه برگزار کرده بودند. کماندوهای شاه با لباس شخصی آمدن در فیضیه و مراسم عزاداری امام صادق رو به هم زدن و حمله وسیعی کردن به تمام شرکت کنندگان، طلاب رو کتک زدن، لباس‌های طلبه‌ها را، عمامه‌ها و عبا و قباها را جمع کردند، کتاب‌ها و قرآن‌ها را جمع کردند و توی فیضیه آتش زدند. بسیاری از طلبه‌ها را از پشت بام که فرار در حال فرار بودند، از پشت بام به داخل رودخانه پشت مدرسه فیضیه انداختند. تعداد زیادی در اون روز مجروح شدند و اون جنایتی که عمال شاه مرتکب شدن باعث شد که طبعا چهره اصلاحات آمریکایی شاه آشکارتر بشه و از اون به بعد امام داستان مدرسه فیضیه رو همواره پیگیری کردن تا منتهی شد به روز عاشورای 1342 که مصادف بود با 13 خرداد 1342. امام آمدن مدرسه فیضیه. در مدرسه فیضیه اگر تشبیه برده باشید،
ضلع جنوبیش به طرف صحن کوچک حضرت معصومه است که دری هم به اونجا هست ولی همیشه اون در بسته است. دو طرف اون سکوی که میره به طرف حرم حضرت معصومه، اون سکوی سمت چپ رو امام روش نشستند، اون سخنرانی معروف رو در روز عاشورای 1342 ایراد کردند. در اون سخنرانی امام خطابش مستقیم به شخص شاه بود، البته برای نسل حالا و نسل حاضر ما علیه شاه حرف زدن شاید هیچ ابهت و اهمیتی ازش برداشت نشه، چون الان تو نظام جمهوری اسلامی اونچنان مردم آزاد هستن که به رئیس جمهورشون، به بالاترین مقامات نظامی و انتظامیشون مثل یه برادر، مثل فرد عادی میتونن حرف بزنن، فریاد بزنن، توی مطبوعات انتقاد میشه، در همه جا صحبت و گفتگو میشه، تو سخنرانی ها گفته میشه. اون زمان اونایی که سنشون اقتضا میکنه و جوانهای قدیمی هستن، یادتون هست که در اون زمان ابهت و ترس و وحشتی که مردم از یک پاسبان رژیم شاه داشتن، امروز یک صدومش از فرمانده کل سپاه و کل ارتش هیچ کس نداره. اون وقت مگه کسی جرأت میکرد به یه پاسبان شاه بگه بالای چشمت ابرو، تا چه رسه به وزیرهای شاه، چه برسه دولت شاه، چه برسه خود شاه. امام در اون روز ابهت شاه رو برای اولین بار شکست. خطاب مستقیم امام به شخص شاه بود. اونجا فریاد زد شاه دوستی یعنی آدم کشی، شاه دوستی یعنی جنایت. بعد فریاد زد گفت آقای شاه، من به تو نصیحت میکنم، کاری نکن که وقتی مثل پدرت از این کشور بیرونت کردند مردم خوشحالی بکنن. قریب این مضمون این جمله رو امام فریاد زد، که البته بعد از حدود 15-16 سال یادتون باشه باز در سال 57 26 دیماه وقتی شاه از کشور خارج شد، اونایی که اون زمان بودن یادتون هست که مردم چه جشن گرفتن. امام 15 سال قبلش اون وقتی که شاه در اوج اریکه قدرت بود پیشبینی کرد چنین روزی رو برای شاه. دو روز بعد یعنی سحرگاه روز 15 خرداد 342 ریختن خانه امام و امام رو دستگیر کردن، ولی تعبیر دقیق ترش این است که امام رو دزدیدن، ربودن در دل شب، در تاریکی شب امام رو گرفتن و به طرف تهران منتقل کردن. این نکته رو من همینجا عرض بکنم، هم در سحرگاه 15 خرداد 42 هم در سحرگاه 13 آبان 1343 که حالا بعد بهش میرسیم که دوباره امام دستگیر شد، در هر دو نوبت امام رو در سحر و بعد از نماز شب دستگیر کردن. اینم تو پرانتز خدمتتون بگم که امام نزدیک به 70 سال نماز شبش ترک نشد. فجر تا سینه آفاق شکاف، درباره جدش شهریار میگه چشم بیدار علی خفته نیافت. چشم بیدار فرزند علی روح الله هم هیچ وقت در سحرگاهان خفته نبود. 70 سال نماز شبش ترک نشد. هر دوبارم که دستگیرش کردن بعد از نماز شب بود. امام رو ربودن، بردن به طرف تهران. حالا همینجا یه خاطره بگم خدمتتون، از مرحوم شهید آیت الله حاج آقا مصطفی برای من تعریف کرد. گفت که
امام فرمود وقتی ما رو میبردن به طرف تهران، خب نماز صبح رو نخونده بود امام، قبل از اذان امام رو گرفتن بردن. امام خیلی اصرار کرد، اون وقت هم این اتوبان نبود، جاده پرپیچ و خم بود و طبعا مسافت طولانی تر از الان طی میشد. میگه امام هرچی اصرار کرد که شما یه چند لحظه توقف کنید من نمازم رو روی زمین بخونم، حاضر نشدم توقف بکنم. امام میگه که علی رغم اصرار من اونها با سرعت به طرف تهران میتاختند و یه جا رسیدیم به یه جاده خاکی، اینا از جاده اسفالت خارج شدن رفتن توی جاده خاکی. با اون شرایط و اون فضایی که وجود داشت، امام میگه من یک لحظه یقین پیدا کردم که اینا دارن مرا میبرن توی بیابون، مثلا طرف کبیر نمک، که همون جاست مرا سربنیز بکنن. میگه اون وقتی که یقین پیدا کردم که میخوان مرا بکشن، به نفسم به دلم مراجعه کردم ببینم میترسم. فرمودن هیچ احساس ترس نکردم. بعدم سال بعد که آزاد شدن اومدن قم، 28 فروردین تو مسجد اعظم باز من حضور داشتم که امام اون سخنرانی معروف رو کردن. اونجا هم فرمودن که وقتی که مرا به تهران می بردن اونها می ترسیدن، من اونها را دلداری می دادم. حالا امام دستگیرش کردن، می خوان ببنن به مسیری که معلوم نیست سرنوشتش، اعدامشون، صحبت از محاکمه نظامی و محاکمه صحرایی و صحبت از اعدام امام بود. میگه منو که میبردن اونها میترسیدن، من اونها را دلداری دادم. بعد این جمله رو خود امام تو سخنرانی میفرمان که من والله به عمرم نترسیدم. این فقط مربوط به شجاعت نیستا، مربوط به اون ایمانه. میفرمود اون کسانی باید بترسن که اون طرف مرگ رو وضعیتشون خراب باشه، ولی وقتی که با قلبی آرام و ضمیری مطمئن یک کسی از این دنیا میره، ترسی نداره. فست و رب الکعبه میگه. علی عاشق مرگه، مؤمن و شیعه واقعی علی هم از مرگ حراسی نداره. به هر حال امام رو منتقل کردن تهران. 48 ساعت امام در یک سلول بود که باز حاجا و مصطفی نقل کرد که اگر یک روز دیگه بیشتر من اونجا نگه داشته بودن تلف می شدن. اون سلول رو من رفتم دیدم توی پادگان سابق اشتاتابات که الان ظاهرن پادگان ولی اصل باشه اسمش، اون بخش دست نیروی انتظامی هست. اون جاییست که امام برای یک مدتی در روزهای اول در اون سلول قرار داشت. که البته باز یه خاطره از حضرت مصطفی براتون بگم در ارتباط با همین مقطع. فرمانده کماندوهایی که اومدن تو مدرسه فیضیه طلبه ها رو کشتن، زخمی کردن، قرآن ها و کتاب ها رو آتش زدن، فرماندهشون یک کسی بود به نام سرهنگ مولوی. در واقع سرهنگ مولوی در اون زمان رئیس ساواک تهران بود. خیلی هم آدم با جور بوزه و خوش رقص و وظایفش طبق دلخواه شاه انجام بده، زمینه اینم داشت که در آینده نزدیک بشه رئیس کل ساواک کشور. حالا اومده اون فاجعه رو در مدرسه فیضیه رو انداخته. بعد امام تو همون سخنرانی مدرسه فیضیه که روز عاشورا در روز عاشورای 1342 ایراد کردن، توی اونجا اشاره کردن به سرهنگ مولوی فرمانده کمانده ها، گفتن اسمش رو من نمیبرم. میخواست بگه امام من او رو اسمش هم میدونم که اسمش رو فرمود من اسمش رو نمیگم، اما هر وقت
دادم گوشش رو به دیوار بکوبن اسمش رو خواهم گفت. امام رو که بردن تو سلول، حالا دو روز بعد سرهنگ مولوی آدم خشن بی ادب آمد در سلول رو باز کرد، دستش گذاشت به کمرش، گفت آقا سید تازگی ندادید گوشه کسی رو به دیوار بکوبند؟ طعنه زد به امام، زخم زبون میخواست بزنه، میگه که اگه تو میخواستی گوشه ما رو به دیوار بکوبی ما پیش دستی کردیم و حالا توی زندان ما هستی، توی سلول ما هستی. میخواست تحقیر بکنه امام رو، خورد بکنه امام رو به گمان خودش. امام لحظه ای تأمل کرد، سرش رو بلند کرد، فرمود که هنوز دیر نشده است. خیلی آرام با صلابت یک کلمه، هنوز دیر نشده است. طوری امام این کلمه رو گفت که به اصطلاح این دومش رو گذاشت رو کولش رو در رو بست و رفت. اما میدونید چی شد بعدش؟ هر که با امام در افتاد، هر که با حق در افتاد، اینطوری میشه سرجامش و فرجامش. همین آقای سرهنگ مولوی یه حادثه ناخواسته براش پیش آمد که مورد غضب مولا و آقای خودش قرار گرفت. او را تبعید کردن به یکی از شهرهای دوردست، مسئول مثلا ساواک اونجا شد، یعنی تنزل مقام پیدا کرد. بعد در یه مأموریتی که با هلیکوپتر میرفت برای انجام اون مأموریت، هلیکوپترش سقوط کرد، خاکسترش هم رو زمین نرسید. معنای این که امام فرمود هنوز دیر نشده اونجا معلوم شد. خب وقتی که امام رو منتقل کردن تهران، صحبتهایی شد، شاه صحبتی کرد، نخست وزیر شاه صحبتی کرد، حرفایی و مطالبی گفته شد که ازش استشمام میشد که میخوان امام رو محاکمه صحرایی بکنن و بحث اعدام امام مطرح بود. علما و مراجع از سراسر کشور مهاجرت کردند در حمایت از امام به تهران. دو تا از مراجع بزرگ قم آمدند، آیت الله خادمی از اصفهان اومد، علمای شیراز آمدند، آیت الله بهبهانی از اهواز اومد، آیت الله میلانی از مشهد اومد، از همدان آمدن، از تبریز آمدن. خلاصه تمام علمای برجسته و بزرگ سراسر کشور جمع شدن توی تهران برای دفاع از امام که امام اعدام نشه و تلاش برای آزادی امام. مرحوم آقای پسندیده، اینم باز یکی از نکات خیلی جالب و آموزنده است، خیلی مهمه. مرحوم آقای پسندیده برادر بزرگتر امام بود که جایگاه پدری و استادی هم برای امام داشت، چون امام در سن کودکی که یتیم شد، پدرش شهید شد، مادرش هم چند وقت بعدش از دنیا رفت، در واقع مرحوم آقای پسندیده تا سن 21 سالگی سرپرست زندگی امام بود، تا امام مهاجرت کردن به قم. به هر حال آی پسندیده رو رژیم شاه اجازه دادن بره ملاقات امام در زندان. امام توی زندان مطلع شد که همه علما و مراجع از سراسر کشور آمدن به تهران برای دفاع از امام. امام به آیت الله پسندیده فرمود از قول من به علمایی که تشریف آوردن تهران سلام برسانید،
از اونها تشکر بکنید و به اونها از قول من بگویید من راضی نیستم به خاطر آزادی من شما به دستگاه رژیم جبار رو بیندازید، شما برید و راه رو و نهضت رو ادامه بدید. الان تو ذهن شما چی تداعی کرد؟ اون دو نفری که آمدن توی زندان خوابشون رو برای حضرت یوسف تعریف کردن، خب یوسف هم بیگناه به زندان افتاده بود، بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است، به خاطر پاک دامنیش زندان افتاده. خواب اون دو نفر رو تعبیر کرد، گفت یکی به دار آخته میشه، به صلیب کشیده میشه، و نفر دیگر گفت که تو ساقی پادشاه خواهی شد، پادشاه مصر. بعد وقتی که اومدن ببرن اینها را، خب اون یکی معلوم بود اعلام میشه، اعدام میشه، این یکی هم که میشه ساقی ملک. حضرت یوسف به او گفت اذکرنی عند ربک، اونجا پیش این اربابت یه یادی از ما بکن که خلاصه یه گناه بیگناهی توی زندان شما هست. ما قرآن میگه که فلبس فی السجن بضع سنین، حدود 7 سال به زندان حضرت یوسف افزوده شد، شاید به خاطر همین که به جای اینکه به خدا متوسل بشه متوسل به خلق خدا شد. خدایا تو را قسمت میدهیم به ولی نعمتمون، آقامون، مولامون، امامی که ما هر چه داریم از او داریم. ما اگر امام رضا را نداشتیم و امام حسین نداشتیم و هیچی نداشتیم، نه انقلابی داشتیم، نه این جایگاه و این عزت رو، نه این ایمانی که این مردم دارن، این معنویتی که مردم ما دارن، بعد از خدا و پیغمبر خدا به برکت امام حسین و حضرت رضا علیهم السلام است. خدایا تو را قسمت بدیم به سید الشهدا، به امام رضا، به این ولی نعمت‌های عزیز ما، ما را در تشخیص وظیفه موفق بفرما، در انجام وظیفه موفق بفرما، در وفاداری به این نظام و راه شهدا و راه امام موفق بفرما، دشمنان نظام و انقلاب و امام را نابود بفرما. خدایا مفاسدی که در جامعه ما هست و اصلاح بفرما. کسانی که جفا میکنن به راه امام و قدردان این ملت عزیز، این ملت وفادار به اسلام و امام نیستن، خدایا اونها رو هدایت بفرما. اگر قابل هدایت نیستن اونها رو از صفحه روزگار برانداز.